در جامعه یک دستی که جمهوری اسلامی در نظر داشت، قرار بود تعاریف برای زن، مرد و زندگی مشترکشون یکسان تعریف بشه. تعریفی که از طریق رسانه ملیش هم تبلیغ و به مردم ابلاغ می شد. به طور مثال، بر اساس این تعریف، زن ترجیحاً خانه‌دار و فرزندآور بود و مرد در بیرون از خونه در حال درآمدزایی. این تعاریف حتی جزئی تر هم می شد. به طور مثال، زن به عنوان مسئول نگه داشتن زندگی در وطن معرفی می شد و اگر خلاف این کار را انجام می داد، باید به عنوان خیانتگر معرفی می شد. به طور مثال، در سریال خانه سبز، فیلم پاییزان، فیلم یک بار برای همیشه، فیلم محیا و فیلم نغمه، زنان برای حفظ زندگیشون در وطن جنگیده بودن. بعد به سر زد بری. تو خجالت نکشیدی منو یه بچه چند ماه رو گذاشتی و رفتی؟ تو نخواستی بیای، تو طلاق خواستی. من به خاطر شما میرفتم. اگه به خاطر ما بود، به خاطر ما میموندی. و از اون طرف در فیلم یلدا، زن مهاجر به همسرش با مرد دیگه خیانت کرده بود. یه تار موی منو با 100 تا مرد اروپایی عوض نمی‌کنی؟ با مرد آسیایی چطور؟ شرقی، ایرانی، تهرانی یا... و یا در فیلم زن دوم که زن سالها مردش رو از خودش بیخبر نگه داشته بود. میشه اینطور در نظر گرفت که فیلم جدایی نادر از سیمی جز اولین فیلم هایی بود که زن برای خروج از کشور محق بود و تصویری زشت از اون روی پرده های سینما دیده نشد و شاید برای همین بود که جمهوری اسلامی توانای هضم کردن این جریان رو نداشت. برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی توقع داشت، جامعه ایرانی با تعاریف خودش جلو رفت. ولی اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد. زن و شوهرها با تعاریفی کلیشه‌ای زیر یک سقف رفتن، در حالی که در ذهنشون توقعات دیگه ای رو هم داشتن. مرد توقع داشت زن خونه نشین باشه و زن توقع داشت مردش در دوران جدید اروپایی رفتار کنه. ولی برای خانومتون فرق میکنه، اون یه زن امروزیه و به من میگه دیروزی. یه کوچولو راست میگه. ببین آقا یوسف، منافع زنها توی امروزی شدنشونه و منافع مردا تو دیروزی بودن. چه اشکال داره؟ من دوست دارم دیروزی باشه. خب اشکال کار همینجاست دیگه، دیروز و امروز رو نمیشه با هم جمع زد. خب منها کن، ما باید طلاقش بدیم. یکی دیگه از تعاریف بحث برانگیز، تعریف خیانته. خیانت شاید یکی از جنجالی ترین تاپیک ها در جامعه حال حاضر ایران باشه. یکی از دلیل های اصلی این داغ بودن نگاه جامعه به غربه. ایرانی ها برعکس زمانی که جاده ابریشم رو زدن و نگاه رو به شرق داشتن، الان بیشترین تاثیر رو از غرب می گیرن. اگر دقت کرده باشید، نقاشی های اون دوره شباهت زیادی به نقاشی های چینی و کره داره تا نقاشی هایی که در غرب کشیده می شده. از بحث نقاشی که بگذرین، نگاه به غرب و بسته بودن درهای ایران به جهان باعث شده که قضاوت ما از سبک زندگی غربی به فیلم ها و سریال ها ختم بشه و در نتیجه چیزی که برای درامسازی در فیلم ها و سریال ها استفاده شده رو به عنوان سبک زندگی غربی در نظر بگیریم و اینجاست که شکاف در تعریف خیانت ایجاد میشه. بحث این که آیا مهتاب سریال گناه فرشته خیانت کرده یا نه، نه به خاطر سریال چیپ حامد انقا، بلکه به خاطر نگاه به تعریف خیانت و مخصوصاً تابویی به نام خیانت زنان حائز اهمیته. به عنوان کسی که بیشترین زمان رو برای تولید ویدیو در حمایت از زنان میذاره، صحبت کردن در مورد این تاپیک واقعاً کار سختی بود، چون باید به کار مهتاب فرای جنسیتش نگاه میشد. یکی دیگر چیزهایی که مانع از نگاه بی‌طرفانه میشه، ویدیوهای آنچه خواهید دیده. اینکه سریال جلو جلو داره میگه که احتمالاً حامد قراره با فرشته وارد رابطه عاطفی بشه، مانع از این میشه که بتونیم مهتاب رو به درستی آنالیز کنیم. ولی تمامی اینها باعث نمیشه که ما رفتارهای مهتاب رو مورد بررسی قرار ندیم. هر سریال یا فیلمی قوانین خودش رو پایریزی می کنه. به طور مثال، در دنیای دفتر یادداشت
پزشکی قانونی در محل حضور پیدا نمی‌کنه که بخواد جسد رو بررسی کنه. بنابراین زمان این کار گاف حساب میشه که سریال قوانین خودش رو زیر پا بگذاره. در سریال گناه فرشته، مهتاب با بازی لادن مصطفی دارای 3 نقشه. نقش مادری، همسری و یک خانم وکیل در حوزه جنایی. در مورد نقش مادریش، برعکس چیزی که حامد تهرانی با بازی شهاب حسینی به من مخاطب ثابت میکنه، ظاهراً وظایف مادریش رو به درستی انجام میده. حداقل تایمی که حامد جان در رخت خواب هستن، مهتاب داره به دخترشون صبحونه میده. در مورد وکیل بودنش، متاسفانه دوئل مهتاب و حامد کات شده و ما فقط شاهد یک صحنه خیلی ساده در شروع سریال بودیم. تنها موضوعی که میتونه این کد را به ما بده که مهتاب در کارش حرفه‌ایه، محل دفتر کارشه. و اما بحث برانگیزترین نقش مهتاب. حامد انقا در فلشبک هایی که تا الان به ما نشون داده، در مورد ماهیت رابطه حامد و مهتاب توضیحی نداده. همچنین بعد از شروع بحران ها، زبان بدنی و صحبت های مهتاب و حامد نشانی از علاقه آتشین در گذشته را نمیده. من میتونم استیصال رو در نگاه هنگام قاضیانی در فیلم به همین سادگی ببینم که از بیتوجهی همسرش در رنجه، با وجود اینکه در یک تخت میخوابند. ولی مهتاب حامد انقا غیر از چند جمله تکراری که اونم باز مربوط به فیلم دیگه بوده، اعتراضی به جدا شدن تخت خوابشون نداره و از اون بدتر حامده که با یک بحث ساده حاضر به جدا کردن تخت خوابش شده. البته این قسمت از ضعف کارگردانی رنج میبره، چون در خونه ای که زنش موکل خانواده ای میشه که قاتل مادر شوهرشه، بحث های شدیدتری باید اتفاق بیفته. همونطور که گفتم، بحث این که آیا مهتاب داره خیانت میکنه یا نه یک بحث سوبجکتیوه و این به این معناست که هر کسی بر اساس تعریفی که از خیانت داره در مورد کار مهتاب قضاوت خواهد کرد. ولی قبل از قضاوت اجازه بدید رفتار مهتاب رو مورد بررسی قرار بدیم. 14 الی 15 سال پیش مهتاب با نوید با بازی امیر آقایی دوست بوده. اینکه میزان دوستی اینها و حد و حدودش چقدر بوده رو فقط از روی 2 سکانس میشه بررسی کرد. 1. صحنه ای که مرعشی به عماد میگه تو عروس منو دزدیدی؟ خبر دارم با نوت و عروسی که از من قاب زدی خوشه. و 2. صحنه ای که از سریال کات شده که نشون میده نوید به مهتاب نزدیک میشه و اول اون رو بو میکنه و بعد میزنه روشونش. از صحنه دوم که توصیف کردم استنباط های زیادی رو میشه کرد و من اینجا فقط در مورد نظرات خودم صحبت میکنم که ممکنه درست و یا غلط باشه. بر اساس این صحنه، برای من رابطه مهتاب و نوید فرای یک رابطه دوستی ساده بوده، چون کسی که بوی تن تو براش لذت بخشه مطمئنن رابطه نزدیکتری با تو داشته. فرای رابطه مهتاب و نوید در این صحنه، نوید به عنوان کسی به مخاطب معرفی میشه که هنوز به مهتاب علاقه منده. اینکه آیا مهتاب از این موضوع خبر داره یا نه مطمئنن بحث جالبی خواهد بود. برای بررسی موضوع باید باز به دنیای سریال مراجعه کنیم. بر اساس اطلاعاتی که سریال به ما میده، مهتاب ظاهراً از یک خانواده پولدار بوده، چون در غیر این صورت تلاش عماد برای اینکه عروسش بشه و یا اینکه مرعشی به عنوان عروسش میخواستتش عجیب به نظر میرسیده. همچنین مهتاب موتور سواره و اگر کسی تو ایران زندگی کرده باشه میدونه که یه همچین کاری از هر تیپ دختری بر نمیاد. پس بذارید یک خلاصه برداری کنیم. مهتاب وکیله، از ارتباطات اجتماعی زیادی داره، در یک خانواده متمول بزرگ شده و از زیبایی هم برخورداره. بر اساس این کلید واژه ها مهتاب باید از ایکیو بالایی برخوردار باشه، یعنی این شمع رو داره که تشخیص بده وقتی نوید کنارشه و یا ازش میخواد وکیلش بشه چه معنایی براش داره. بنابراین در این قسمت میتونیم به این نتیجه برسیم که حتی اگر مهتاب هم کششی نسبت به نوید نداره، ولی از حس نوید نسبت به خودش باخبره. همونطور که گفتم، ما از احساس حامد و مهتاب اطلاعات درستی نداریم، ولی از این مطمئنیم که 1. پرونده فرشته برای حامد یک مسئله شخصی برای نزدیک شدن به قاتل مادرشه و 2. آبروی حرفه حامد با عنوان یک وکیل در جریان پرونده قتل در میانه. بنابراین اگر همسری 2 مورد ذکر شده رو بدونه و باز حاضر نباشه که از پرونده بکشه کنار، اون وقته که باید درباره رابطه زناشویی سوال کرد.
مگر اینکه ادعا کنید که این پرونده حیاتیه و واقعا نوید به مهتاب نیاز داشته. اگه این رو به عنوان موتیف در نظر بگیریم، پس باید این رو هم در نظر بگیرید که تمامی شواهد به ضرر فرشته است. اون تو محل قتل بوده، رد انگشتش روی چاقوه و از لحاظ رده اجتماعی از یک خانواده کارگریه. اینکه کسی این درخواست قصاص رو برای یک پرونده پیچیده میدونه، اونم قبل از حضور حامد تهرانی، واقعا جالبه. در رابطه های عاشقانه یک کانسپت مخفی وجود داره به اسم تک بودن. این حس که برای من فقط یک مرد وجود داره و اون هم همسر الان منه، این حس امنیت و خاص بودن رو به همسرم منتقل میکنه. وقتی شما جلوی همسرتون با معشوق قبلیتون وارد رابطه، حتی رابطه دوستی ساده میشید، این پیام رو میرسونید که من از زندگی الانم خستم و علاقه دارم که به زندگی گذشتم برگردم. و این کار تخریب اعتماد به نفس همسر و یا پارتنر شماست. چه این فرد به روی شما بیاره و چه نیاره. در پایان، این درسته که سریال حامد عنقا ارزش بصری برای سینمای نحیف ایران نداره، ولی بهانه خوبی شد که یک بار دیگه تعریف خیانت و مرزهای زناشویی رو تو ذهنمون بررسی کنیم.